صد و چند سال گذشته از اون زمان که مستشار دوله به شرحی که میدونید و قبلن هم گفتم جزوه معروف خودشو نوشه یک کلمه. خلاصش این بودش که یک کلمه باعث فلاح و پیشرفت و عزت مملکت میشه و آنها قانونه. و به خاطر همون یک کلمه، چون خیلی زود گفته بود این حرفو، دوره ناصرالدین شاه بود، گرفتن و او رو انقدر زدند که میگویند که به سرش زده بودند و اینا یه ذره تعادلش رو دست داده. ولی مرد خوشبختانه زنده موند و کار خودش ادامه میداد اینا، تا اینکه ناصرالدین شاه ترور شد و بعد فرزند او اومد و نوه او حاکم جایی بود. این در این زمان مستشار دوله میمرد، خیلی بیمار بودش و اینا. این نامه ای داره که در این زمان نوشته به امیررضا گروسی و توی اون نامه حرف عجیبی میزنه، میگه من دارم میمیرم و من این حرف رو زدم در سالهای پیش و مملکت قانون میخواد و خواستم اینو به شما بگم تا موقعی که اون قانون به دست نیاد چون الان دیگه از دنیا طلبی ندارم. گذشت رفت و بعد از مدت کوتاهی هم مرد و مرد بزرگ دانشمند. اما روزگار بدون او سپری شد، یعنی اون حرف نشنیده شد و رفت رسید به نوه ناصرالدین شاه، در مقابل قانون مقاومت کرد و سرنگون شد به شکل بدی و یه پادشاهی جاش اومد که تنها کسی در تاریخ قدرت ایران بوده است تا کنون که قانون قبول کرد، انگار که حرف مستشار دوله رو شنید. اسمش احمد شاه بود. ما مشهور است که به اون میگیم بی ارزه، یعنی اون کسی که قانون رو اجرا کرد. قرارداد خارجی امضا نکرد، گفت قانون من با من نیست، مجلس امضا کنه. حکم اعدام در حالی که قانونم با او بود تنفیذ کنه، گفت نه من آلرژی دارم، امضا نکرد. و الان هم که 100 سال از اون موضوع گذشته، میشنویم که گروه های جدید روشنفکر درس خونده در غرب استدعای رضا شاه میکنن. به زبان دیگه هنوز صحبت در سر اینه که اون یک کلمه لازم نیست، بلکه رفاه میخواهیم، دانشگاه میخواهیم، امنیت میخواهیم. بنابراین هنوز این داستان واقعیه، چون وقتی که میگیم رضا شاه طبیعتاً قانون نمیخواهیم.